با نام یاد خدای مهربان سلام و شب پنجشنبه‌تان بخیر. به برنامه پس از خبر خوش آمدین. افغانستان در چند قدمی اجلاس ناتو در ولز بریتانیا. انتظار می رود رهبران کشورهای عضو ناتو فردا در ولز بریتانیا تشکیل جلسه دهند. رهبران نزدیک به 40 کشور در این نشست دو روزه گرده هم می آیند تا چگونگی آینده امنیتی افغانستان و رابطه این کشور با ناتو پس از سال 2014 میلادی را روشن سازند. نشست ولز پاسخ خواهد داد که کدام کشورها میخواهند پس از پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان مربیان خود را برای آموزش نیروهای افغان در افغانستان نگه دارند و مصارف نیروهای افغان موضوع مهم دیگر است که در جلسه سران ناتو روشن خواهد شد. اجلاس مهم سران ناتو برای افغانستان اما همزمان با وضعیت و نتیجه نامعلوم پروسه انتقال قدرت سیاسی افغانستان برگزار می شود و در حالی که انتظار می رفت رئیس جمهوری جدید با نقشه راه جدید در این اجلاس حضور یابد، شورای امنیت ملی افغانستان اخیراً فیصله کرد که بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی در اجلاس ولز اشتراک کند. هیئت افغانستان در این نشست باید به سران ناتو در مورد تعهدات آقای کرزی در نشست شیکاگو درباره مبارزه با فساد، ایجاد حکومتداری خوب، مبارزه با مواد مخدر، برگزاری انتخابات با در مطابقت با قانون توضیحات قناعت بخش ارائه دهند تا سران ناتو با آنچه که در قبال افغانستان تعهد کرده بودند توافق کنند و افغانستان که این روزها با نگرانی گام‌های به عقب روزشان می‌کند گام مهم و بزرگ به پیش گذارد. برای روشنگری اهمیت این اجلاس و واکاوی انتظاراتی که هم از جانب افغانستان و هم از جانب سران ناتو در این اجلاس می رود در برنامه امشب جناب آقای دکتر ملک ستیز پژوهشگر و آگاه امور بین المللی اینجا در استودیو با من است. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام بر شما، تشکر از دعوتتان. علیکم السلام. در نظام بین الملل امروز جایگاه سازوکار پیمان ناتو از چه اهمیت برخوردار است؟ سرالی ناتو اساساً با عنوان یک نهاد دفاعی در سال 1949 ایجاد شد در واشنگتن. ناتو پیامد جنگ دوم جهانی بود. پس از جنگ دوم جهانی گستردگی نظام سوسیالیسم بین المللی سبب شد که کشورهای غرب در آن زمان که تصور می شد در رأسش ایالات متحده امریکا قرار بگیره و اروپای غربی، کانادا به این نتیجه رسیدن که چتر امنیتی که بتوانه ارزش های منافع ملی غرب را در برابر دول شرق که در آن زمان دول سوسیالیسم نامیده می شد مانع شود و سبب شود که غرب در یک چتر امنیتی رشد بکنه. به زودی در سال 1955 پیمان وارسا شکل گرفت و جنگ سرد در واقع آغاز شد. در این بهبوها بهترین در واقع دستگاهی که میتوانست منافع غرب را در جهان تمثیل بکنه سازمان اتلانتیک شمالی بود که در حمایت گسترده اقتصادی ایالات متحده امریکا شکل گرفت و با آیستگی دامنه خود را گسترش داد. دوران جنگ سرد پیمان ناتو و پیمان وارشا دو پیمان استراتژیک دفاعی در جهان نامیده می شدند که منافع دو دول به اصطلاح با اهمیت جهان را تمثیل می کردند. اما پس از جنگ سرد در زمانی که اتحاد شوروی در واقع واژگون شد و جهان به طرف یک قطبی رفت، نقش ناتو در واقع زیر نقد دانش پژوهان و پژوهشگران روابط بین الملل بود. مهمترین نقدی که در این زمینه شکل می گرفت این بود که ناتو دیگر جایگاه در سطح بین المللی برای خود نداره، چون جنگ سرد تمام شده و وارشا هم شکست خورده. درست. و ما دیگر نیازی به همچو یک نهاد بین المللی رزمی که تمثیل منافع غرب بکنن نداره.
نقد دیگر این بود که میگفتند ناتو در واقع یک نهاد گرانت یا تضمین کننده ایدئولوژی یا ارزش های غرب بود که پلورالیسم یا اندیشه پلورالیسم در جهان در واقع تامین میکرد. این اندیشه هم پس از در واقع واحد شدن قطب های جهانی و گستردگی قدرت ایالات متحده امریکا در جهان در واقع از واکنش اصلی خود واماند و نقد بالای نهاد به نام پیمان ناتو گسترده شد. اما در اولین سالهای هزاره کنونی، یعنی در سال 2001 زمانی که تروریسم حملات گسترده خود را به ایالات متحده امریکا راه اندازی کرد، دکترین ناتو پیشنهاد را مطرح کردن به جامعه غرب که خب آل پس از کمونیسم تروریسم یک چالش بسیار مهم در برابر منافع ملی جهان غرب است. درست. و باید یک نهادی که بتوانه در برابر تروریسم یک هماهنگی بین المللی رزمی را ایجاد بکنه وجود داشته باشه و با این پیشنهاد آمریکا هم نوایی نشان داد و برای نخستین بار مبحث ناتو پس از دوران جنگ سرد از یک پیمان نظامی به یک پیمان امنیتی سیاسی تبدیل شد. ناتو دارای سه دیویژن یا سه بخش است. بخش نخست ناتو در واقع که مغز متفکر ناتو را تشکیل میده، دکترین استراتژیک ناتو است که وابسته است به دکترین و منافع ملی کشورهای عضو ناتو و این دکترین به شکل دوامدار تدوین میشه، بروز میشه و منافع غرب را در سرخط به اصلاح اهداف خود قرار میده. بخش دیگر ناتو بخش آپریشنال یا عملیاتی ناتو است که بیشترین منابع ناتو را به مصرف میرساند. این بخش در واقع دکترین ناتو را در جاهای مختلف از دنیا تمثیل میکنه و منابع ناتو را در واقع مصرف میکنه. یعنی یکی از بخش های مهم رزمی ناتو همین بخش اپریشنالش است و یک بخش دیگر که بخش سیاسی و هماهنگ کننده ناتو است او عبارت از دارالانشا ناتو است که در شهر بروکسل قرار داره و یک سرمنشی عمومی داره و جلسات عمومی ناتو را هماهنگ میکنه و راه اندازی میکنه. ناتو دارای اعضای دائمی است که 28 کشور جهان عضو دائمی ناتو هستند که بیشترین کشورهای غرب اروپایی و کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا را تشکیل میده که امی پیمان اتلانتیک شمالی را در بر میگیره. اما سه مکانیزم دیگری هم داره ناتو. مکانیزم نخست از این به نام ترانس اتلانتیک مکانیزم نامیده میشه که کشورهایی که در دو طرف اطلس قرار دارن ولی عضو ناتو نیستن، اینها به نام دولت‌های دیالوگ کننده دائمی ناتو دیدگاه‌هایشان را بر بنیاد منافع استراتژیک خود با ناتو شریک می‌سازند. مکانیزم دوم کشورهای مدیترانه و گروپ در واقع استانبول است. ترکیه را می‌دانند که یکی از اعضای دائمی ناتو است ولی درست. ترکیه یک مکانیزم را در خود شکل داده که هماهنگی کشورهای خاورمیانه را برای مناسبات و پیمانهای استراتژیک با ناتو هماهنگی میکنه که گروپ استانبول نامیده میشه که اکثر کشورهای خاورمیانه با ناتو از طریق همین مکانیزم گفت و شنود میکنند. و بالاخره نکته اخیر برای یک مکانیزم به نام ترانس اتلانتیک یا کراس کاتینگ یا دولت‌هایی که بیرون از این محدود قرار دارن، یعنی در جغرافیای سیاسی ناتو نیستند ولی مشارکت استراتژیک با ناتو دارن. افغانستان در گروه کشورهای مکانیزم آخر است که در واقع یک دیالوگ و منابع استراتژیک ناتو را در خود جذب کرده و مطرح میکنه. بنان چنین است یک مکانیزم گسترده پیرامون ناتو. جناب دکتر، شما هم از پدیده تروریسم جهانی یاد کردن که تهدید برای نظام بین الملل امروزی است. با توجه به این مورد و با توجه به وضعیت افغانستان، وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و جایگاه افغانستان در منطقه، رابطه افغانستان با این پیمان بین المللی از چه اهمیت برخوردار است؟ اساساً رابطه منطقی
استراتژیک بین افغانستان و ناتو وجود ندارد. واقعیت این است که افغانستان بیرون از جیوپولیتیک ناتو است. یعنی اولین عملیات را که ناتو در جهان در بیرون از استراتژی و جیوپولیتیک خود انجام میده افغانستان است. اما یک چیزی را که افغانستان نزدیک میسازه به ناتو او عبارت از گستردگی مخالفین یا گستردگی فعالین مخالفین استراتژیک ناتو در میدان ها یا در جیوپولیتیک افغانستان است. یعنی اگر توریسم بین المللی در جغرافیای افغانستان ظهور نمی کند و رشد نمی کرد و منافع ملی دولت های ناتو را تهدید نمی کرد، ناتو به هیچ صورت علاقمند نمی شد به مپس افغانستان. بنان توریسم اگر یک نگاه یک ضربه بسیار شدید بر مناسبات افغانستان با کشورهای منطقه زده، از سوی دیگر یک گونه مناسبات پارادوکسالی را با ناتو هم ایجاد کرده که با استفاده از حضور تروریسم در افغانستان، افغانستان میتونه رابط استراتژیک خود با ناتو گسترش بده. پس از 13 سال حضور ناتو در افغانستان، نشست که در راه است از چه اهمیت برخوردار است؟ بله، ببینید در سال 1990 یک کنفرانس بسیار بزرگ در لندن دایر شد و او را خانم مارگریت تیچر که یکی از زنان بسیار قدرتمند جهان بود و در آن زمان نخست وزیر بریتانیا افتتاح کرد که در اوج نقش ناتو بسیار برجسته بود. در اون نشست بحث روی واژگونی مکانیزم اتحاد شوروی آغاز شد و خانم تیچر که یکی از دستندرکاران این دوران بود جهان را دعوت کرد بر همگرایی به خاطر دوران پس از اتحاد شوروی یا دوران پس از سوسیالیسم بین المللی. یعنی این کنفرانس بسیار اهمیت داشت. پس از آن ویلز دومین کنفرانس با اهمیت است که در بریتانیا دایر میشه. تا این مدت چنین کنفرانس با این اهمیت در بریتانیا دایر نشده، به خاطر که بیشتر وقتی من نام بردم از دولت های دائمی و دولت های غیر دائمی و شامل در دیالوگ در مجموع 62 کشور جهان در این دیالوگ بسیار کلان ناتو شامل هستند و رهبران 62 کشور جهان در کنفرانس ویلز شرکت میکنند. رهبران مثل آقای اوباما، مثل آقای کامیرون، خانم مرکل، شخصیت های بسیار برجسته تاثیرگذار بر روابط بین الملل در این کنفرانس شرکت میکنند. یعنی به خوبی میشه آدم بگوید که پس از مجموعه عمومی سازمان ملل متحد کنفرانس ویلز یکی از با اهمیت ترین کنفرانس های در مناسبات بین المللی به حساب میاد. از این خاطر اهمیت بسیار زیاد داره. اول اینکه سایه انتخابات افغانستان را روی این نشست چگونه بررسی میکنین و دوم اینکه این نشست ویلز چه ارمغانی برای افغانستان خواهد داشت با توجه به انتظاراتی که افغانستان از این نشست داره؟ خب این سوال بسیار با اهمیت برای ما افغان ها هم هست و هم بر جامعه بین المللی و ناتو به صورت مشخص هست. کنفرانس ویلز دارای 4 آجندای بسیار مهم است. آجندای نخست از این برمیگرده به وضعیت شکنن یا دولت های شکنن جهان که به زبان انگلیسی بریز میگن فراجایل استیت، یعنی دولت هایی که ثبات ندارن و در حالت شکنندگی قرار دارن. درست. بیشترینه این بحث افرادگرایی در خاورمیانه، نبردهای گسترده که در کشورهای مانند عراق، سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه و گسترش افرادگری و پیشروی سازمان داعش و دولت اسلامی و همگرایی برخی از نهادهای توریست بین المللی با این محور اصلی بحث است. درست. محور دوم که بیشتر سرش بحث میشه بر نظر به پیشنهاد کشورهای اروپای شرقی مطرح است و عبارت از گسترش حضور پرقدرت روسیه در مرزهای ناتو است. یعنی شما میدونید که بالتیک، پولند، بلغاریا، آلبانیا، اینا دولت‌های تازه عضویت پذیرفته ناتو هستند و ظهور پرقدرت روسیه در اوکراین و آمدن کریمیا در جیوپولیتیک روسیه و گسترش روسیه در شرق اوکراین، این یک در واقع زنگ خطر است برای ناتو که به اجندای دوم خود این بحث را تبدیل کردن و میخواین بحث بکنن که خب با روسیه با چی کنیم، با
که مرزهای ناتو رو در تهدید قرار داده. آیا ما بریم به طرف دیالوگ یا ای که ما بریم به طرف کشمکش های سیاسی؟ و بالاخره بحث سوم که یک بحث بسیار مهم برای ناتو است، او عبارت از عملیات افغانستان است. افغانستان کلانترین، پردامنترین از لحاظ زمانی و پرمصرفترین عملیات ناتو در تاریخش است. به نحو عملیات ناتو در افغانستان، شکست و پیروزی ناتو در افغانستان رابطه نزدیک داره به جوهر وجودی ناتو. بنان میخواد ناتو مطرح بکنه که خب ما که در حدود بیشتر از نیم تریلیون دلاره که بزرگترین رقم است عملیات نظامی است در افغانستان مصرف کردیم، درست چه بهایی را به ما داد؟ بنان افغانستان برشان اهمیت بسیار زیاد پیدا میکنه و مبحث چهارم بیشترینه مبحث مناسبات درونی جنرال اسمبلی شان است. حال سوال شما که بر افغانستان چی خواهد داد؟ با تاسف افغانستان با هیچ پیام جالبی به کنفرانس با این اهمیت بزرگ و با این گستردگی شرکت نمیکنه. افغانستان از سه مسئله شدیداً رنج میبره. نخست این که دولتی که در این کنفرانس شرکت میکنه از مشروعیت لازم بهرمند نیست. این حکومت دورانش تکمیل شده و بنابر معاملات و تعاملات سیاسی این دولت یا حکومت شکنن خود را در اون کنفرانس ظاهر می سازن. نکته دومی است که از لحاظ استراتژیک ناتو با این حکومت دچار مشکل بسیار کلان است. رهبر دولت افغانستان آقای کرزی دشمنان استراتژیک ناتو را که طالبان هستند و در برابر ناتو می جنگن و عملا سربازان ناتو را می کشن برادران خطاب می کنه، رهبرانشان از زندان ها رها می کنه و این رهبران کشور امی رهبران طالبان دوباره در صفوف منسجم میشن و علیه ناتو می جنگن. بنان یک پارادوکس استراتژیک هم بین ناتو و حکومت فعلی وجود داره. و بالاخره از لحاظ ساختاری حکومت هنوز تشکیل نشده، رئیس جمهور مشروع وجود نداره، ما دارای یک پیام و آجندای خاصی در این نیستیم و از لحاظ دیپلماسی فعال در این کنفرانس ما نمیتونیم در اوج لابینگ بکنیم، هیئت ما نمیتونه به میدیای بین المللی پیام درست ارائه بکنه، نمیتونه در حاشیه کنفرانس های را دایر بکنه، یعنی یک دیپلماسی فعال نمیتونه راه بندازه. پاسخ چیست؟ از اینکه رئیس جمهور جدید افغانستان در این نشست شراکت ندارد؟ از اینکه افغانستان دارای یک پیام مشخص نیست به جامعه بین المللی. بران هر آن چیزی که تصمیم گرفته شود در کنفرانس ناتو بر بنیاد اراده ناتو خواهد بود و افغانستان به عنوان یک پارتنر سازنده و کانستراکتیو در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. حالا ضعف و قوت حضور افغانستان در این نشست را از کدام ناحیه بیشتر می‌بینید؟ خب طوری که من مطرح کردم ضعف مشروعیت است، ضعف نبود همگرایی استراتژیک است، ضعف اراده سیاسی برای مبارزه مشترک است، ضعف تعاملات بین المللی است، ضعف نبود یک دیپلماسی فعال منطقه‌ای برای ناتو در منطقه است. اینا همه باعث میشن که بالاخره ناتو یک آرزوی بسیار بزرگی داشت و که در این کنفرانس رئیس جمهور جدید افغانستان را داشته باشه و پیش زمینه هایی را که ناتو برای افغانستان مطرح کرده او را از زبان رئیس جمهور تازه بشنوه. این پیش زمینه ها در گام نخست گرایش مشترک برای استراتژی مشترک است که عبارت از امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده امریکا است. شما میدونین که ایالات متحده امریکا تمویل کننده اصلی ناتو است. دکترین ناتو وابسته به دکترین ایالات متحده امریکا است. در دوران جنگ سرد این دکترین به نام دکترین امپریالیسم شهرت داشت، ولی حال این دکترین با همون چهره و با همون قدرت خود باقی است، اما به نام گرایش های آزاد و گرایش های روابط بین الملل نقش بازی میکنه. بنان امضای پیمان استراتژیک یکی از پیش زمینه های اساسی برای حکومت بعدی و یا دموکراسی آینده افغانستان است. نکته بعدی مشروعیت نظام هست. در کانون روابط بین الملل و بر بنیاد حقوق بین المللی مشروعیت جامعه بین المللی یا مشروعیت مداخله جامعه بین المللی
در یک دولت ملی منوط و وابسته به مشروعیت ملی است. یعنی اگر دولت افغانستان دارای مشروعیت کافی نباشه، حضور جامعه بین المللی هم از مشروعیت گسترده رنج خواهد برد. بنان مشروعیت دومین پیش زمینه برای همکاری ناتو بر افغانستان است و سوم هم برنامه های ساختاری است. افغانستان تا چه حد، مثل که شما در آغاز صحبت گفتین، تا چه حد حکومت داری خوب را رعایت کرده، تا چه ارزش های شفافیت، حسابدهی، دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و این ارزش هایی را که غرب او را در جهان زیر نام پلورالیسم مطرح میکنه، برای جامعه بین المللی اهمیت بسیار زیاد داره که در واقعیت یک نوع مشروعیت ارزشی غرب در افغانستان تمثیل میکنه. و پیش بینی شما از توافقات این نشست و اجلاس برای افغانستان؟ خب این نشست به صورت طبیعی، چون بحث حضور و گسترش نقش ناتو در منطقه اهمیت داره بر جهان، حمایت خود را از آینده مشروع افغانستان اعلان خواهد کرد و مطرح خواهد کرد که ناتو یک نظام مشروع آینده را در افغانستان پشتیبانی میکنه، ناتو از رئیس جمهور مشروع آینده افغانستان استقبال میکنه. در این نشست خواهد گفته شد که ناتو بر بنیاد خواستهای حکومت جدید تشویق خواهد کرد این حکومت را که پیمان استراتژیک امضا بکنه و ناتو یک بار دیگر نقش خود را با حکومت جدید، با رئیس جمهور جدید مورد ارزیابی قرار میده و برای بهبود صلح و امنیت در منطقه نقش خود را بازی میکنه. و چگونگی پالیسی جدید ناتو پس از سال 2014 در افغانستان و حمایت ها و کمک هاش برای تجهیز و مشاوره و معاونت نیروهای افغان؟ ای به صورت طبیعی به جایگاه خود باقی خواهد ماند. ناتو و کشورهای عضو ناتو به خصوص حمایت خود را که در حدود 4.2 میلیارد دلار است به حمایت های سالانه افغانستان فعال خواهند ساخت. اما پیرامون حمایت بعدی که دولت افغانستان یا حمایت اضافی که دولت افغانستان را مطرح کرده، ناتو یک نوع دیپلماسی را مطرح خواهد کرد که او دیپلماسی بیشترینه بر پیش زمینه های مطرح خواهد شد که من او را پیشتر ارائه کردم. اگر این پیش زمینه ها را دولت جدید و حاکمیت جدید و رهبری جدید با ناتو همگرایی نشان بدن، ناتو به صورت طبیعی به خاطر نجات از این بنبست با یک همنوایی با حکومت جدید افغانستان دست و در پایان خیلی کوتاه اگر بگین، با توجه به ادامه ناامنی ها و گراف بالای ناامنی ها در افغانستان، فکر میکنین که پالیسی نظامی ناتو به پالیسی آموزشدهی نیروهای افغان تبدیل شود؟ خب وقتی ما گفتم دیپلماسی فعال، هدف من این بود که ما وقتی به ناتو میریم، در اجلاس ناتو شرکت میکنیم، به جهان را به ابهام نکشانیم. ما باید به صراحت بگوییم که جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، جنگ افغانستان نیست، یک جنگ منطقی و فرامنطقی و بین‌المللی هست. ما ظرفیت مقابله با نیروهای دهشت افغان را نداریم. ما به جامعه بین‌المللی ضرورت داریم و بهترین مثال امون گرایش است که در سال 2010 آقای نوری الملکی صدر اعظم آن زمان عراق به جهانیان و به ناتو گفت که ما قدرت حمایت از خود را داریم، اما در سال 2014 دوباره به جهان مراجعه کرد که ما در خطر هستیم، ما را حمایت بکنین. این درس بسیار بزرگی برای افغانستان که باید افغانهایی را بیاموزن و به جهان به صورت واضح بگویند که ما به نهایت به کمک شما نیاز داریم و این استراتژی باید به شکل مستدام ادامه پیدا کنه. خیلی ممنون جناب دکتر ملک ستیز، پژوهشگر و آگاه امور بین المللی، از حضورتان در برنامه پس از خبر. پایان برنامه امشب، تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.